سلام سلام سلام، خوش اومدید میگیرین گوشوی 29 هم. هفته قبل یک ویدیو دیدم از ندا جناب که جون یعنی چیز ببخشید الهی که من قرب نه اونم نه اصلا ولش کن، خیلی شاکی بود توی این ویدیو. من چند روز پیش عکس گذاشتم توی پیجم، خیلی پوشیده، یقه بسته، ولی خب همه خانوما بدنشون برجستگی داره دیگه، خانومیم دیگه. گفتن که این کامنت ها رو افتخار کن، گفتن کامنت ها رو ببند به خاطر اینکه اونقدر اومده بودن، نه که حرف بد بزنن، ولی اونقدر حرفای نگاه دیگه ای داشتن. من فکر خدایا چرا این عکس فقط شما بعد به اون قسمت نگاه کنی؟ خب هر خانمی سینه داره، نمیشه چیکار کنیمش؟ بکنیمش، ببریمش؟ خب پیدا تو عکس دیگه. اصلا من شما بعد فکر کنیم که چه کارش کنیم. آره همین دقیقاً. نه 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 نه، خواهش میکنم نبرید دست می هیچ کاری نذارید. خواهش میکنم خونسردیتون رو حفظ کنین. خواهش میکنم. حالا یه احمق یک چیزی نوشته، یه کاری کرده، به فکر خودتون نیستین، به فکر من که باشید. حالا مگه چی نوشته اون؟ اجازه که بیاد بنویسه که چه عکس قشنگی، این عکس قشنگ اصلا هیچ ننویسه. مثلا این کلمات جون نمیدونم، اینا حرفای بدیه، اینا حرفاییه که قشنگ نیست به نظر من واقعا، یعنی آره. توهین‌آمیز این حرفا. آخه جون یعنی چی؟ شما خوشت میاد که به خواهر خود بگه جون؟ ندا جان حالا این جون همچین چیز بدی نیستا. همین چند وقت پیش بود که خودت داشتی توی برنامه در مورد جنیفر لوپز صحبت می‌کردی و میگفتی عجب چیزیه. به به، واقعا من هر چی فکر میکنم سردوست هم بدونم که واقعا راز این خوشگلی و جوومدن جنیفر چه، ولی من نمیدونم، ولی واقعا فکر میکنم که چون این خودمون یعنی شنیدیم آدما که توشون خوشگله، قلبشون خوبه، بیرونم خوشگله، من از نزدیک که نمیشناسمش، ولی فکر میکنم که قلب خوبی داره. نمیدونم، خب البته که میرقصه همونجور که گفتی، نمیدونم، ولی اصلا خیلی با جنیفر فرق میکنه. اصلا جنیفر یه چیزیه ماشاءالله، یعنی آره خیلی خیلی، یعنی واقعا تو این سن آدم بتونه اینجوری باشه، البته خب سنی که نداره، ولی خب تو این سن آدم بتونه اینجوری باشه یعنی خیلی عالیه. یعنی به تخت سحر خانم امیدوارم هم که جا پای جنیفر بذاریم. خب ندا جان، وقتی که تو در مورد بدن جنیفر لوپز میگی عجب چیزی و چه چیز خوبیه، کاش منم اینجوری باشم، خب مردم هم میان زیر این پست این چیزا رو مینویسن دیگه. توقع داری پس چی بنویسن؟ مثلا از تسلط در اجرا بنویسن؟ این کوسه همیشه ماجراهایی داره. بله خلاص، از ما صبح گفتیم می‌خندیم، ولی به گفته مسئولی یه چند روزی رو بعد تو قرنطینه بمونیم. خب پروژه آواز پارسی، افسانه و مهر، برنامه جدیدیه که قرار شهرام ناظری، بله به گفته ناظری ها این پروژه یک تلاشیه برای حفظ و حراست از زبان پارسی. این نمایشگاه تا 13 آوریل ادامه داره که میشه 24 فروردین. بله. یا از دقت و اطلاعات عمومی در حین برنامه بگن. از 4 تا پاروزن بریتانیای قهرمان بگیم که تونستن که رکورد قبلی رو که 35 روز بوده با تفاوت 6 روز بشکنن. به به، چه شیرزنانی. این 4 پاروزن یعنی جورج بگر، دیکی تیلر، پیتر رابینسون که بله الان من نفهمیدم چه شیرزنان گفتی. آقا بودن. اه آره گفت شیرزنان. واقعا؟ آره. من فکر کردم 4 تا خانم بودن. نه ولی خب چدی؟ یا از دانش اجتماعی و مشاوره های تخصصیت بگن. چرا با زندگی میکنی ازش جداش؟ یعنی یک طلاق بگیرم؟ آره دیگه. نه با هم دیگه میشه بچه رو تقسیم کرد دیگه، هواشو داشت، هم پدر هم مادر. بچه رو تقسیم کنم؟ خب نه، آخه مگه میشه؟ ولی مگه میشه یه همچین چیزی؟ ندا خانوم عجب حرفی میزنی. یا ندا من اومدم ازت کمک بگیرم، به من میگی طلاق بگیر؟ خب پس قور نزن دیگه، قور نزن. پس برای کی درد دل بکنم؟ تو چرا ساکت میشینی؟ خب دیگه در مورد چی بخوان بنویسن؟ در مورد ساقه درخت بنویسن؟ خب هر چیزی که تو اون عکس بوده و تو چششون فرو کردی، خب در مورد اون دارن مینویسن دیگه. حالا تو قصه نخور، من خودم صحبت میکنم، از این به بعد کامنت های خوب بذارن. تو بیا دایرکت برگشت با من. بعد هم تو اومدی در مورد جنیفر لوپز اون صحبت ها رو کردی که عجب چیزیه، چه چیز خوبیه. از احمد آقا اجازه گرفتی یا نه؟ احمد آقا بادیگارد شخصی لات با مرام و معرفت جنیفر لوپز عزیز هستن. بچه نشون میده که این یه لاته، یعنی جنیفر یه لاته با مرامه. هفته قبل کاملا این موضوع رو شکافتیم و مشخص کردیم که احمد آقا محافظ این لات با مرام و با معرفت جنیفر لوپز نبوده، فقط یه خالی‌بندی 10 ساله بوده که همه رسانه ها هم بهش دامن زدن. منتها حواس ما نبود که بعد از برنامه جنیفر لوپز یه مصاحبه داشت که به این شکل آبروی ما رو برد. من عاشق احمدم، اون بهترین محافظ من بوده و همیشه واقعا از من محافظت میکرده و حتی بعضی وقتا
من از اون محافظت میکردم، نمیدونم، این همه جا بود، اینجا اونجا تقریبا همه جا. و خب ما با هم دیگه خیلی صمیمی شده بودیم، اون یعنی دوستی خیلی خاصی داشتیم ما با هم، یعنی یه چیزی وقتی بریم توش دیگه رفتیم. به قول احمد وقتی که میرفت توی یه چیزی دیگه در نمیومد. الان توی مغز من همیشه بهش فکر میکنم. اون میخواست بره ایران و نقش افسانه‌ای یه قول برره رو بازی کنه و به خاطر این ما مجبور شدیم که از هم جدا شیم. دلم برش تنگ شده، گلی من آب اگرش. ببخشید که شما رو ناراحت کردم جنیفر. بیشور. و همیشه احمد منو یاد الویس میندازه، البته نه الویس پریسلیا، الویس قلابی، چون فکراشون شبیه همه، یعنی یه جورایی خالی چی میگن؟ خالی بندیه و توی خالی بندی خیلی شبیه به هم بودن. دیگه جنیفر لوپز هم در مورد الویس قلابی تمام ماجرا رو میدونه، خودش هنوز باور نکرده. ببینید کسی که بدل کسی میشن خب هویت ندارن خودشون، یعنی مثلا میگه این آقا هست ایشون بدلشه. در مورد من اگه بخوای سوال کنی، من اصلا نمیدونستم که همچین داستانی هست و الویس هست و فلان. من 4 سال درس خوندم در رشته تئاتر، 6 سال درس خوندم در رشته حقوق، نزدیک 38 رول بازی کردم که بگم من حسام نواب صفوی ام، خودم با توانایی خودم، با توانایی خودم. ولی اون شخص هم هست، من از اون موقعیت اصلا ناراضی نیستم و خب یه آدمی بوده که بسیار در تمام دنیا میشناسه، هنرمند بزرگی بوده، هنرمند بسیار بوده، بسیار هم عالی. خب یک جوری الویس قلابی داره صحبت میکنه از الویس پریسلی که انگار الویس پریسلی شبیه الویس قلابیه. و خب ببین الویس جان، شما خودت اعتراف کردی که چقدر این شباهت و بدل بودنت بهت کمک کرده. سلام، اعتراف میکنم شباهت به معروفترین و محبوبترین خواننده جهان الویس پریسلی مسیر زندگی من رو عوض کرد. خب الان خودت اعتراف کردی الویس جان که الان مسیر رو عوض کرده کلن. ادامه متنشو بخونیم. ولی جذابیت شخص الویس پریسلی باعث شد تا در هر جای دنیا، از برزیل و آفریقا و کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، به محض دیدار با مردم آن کشور یا شهر، سریعا با مردم آنجا دوست شدم و دوستان بسیاری در تمام دنیا پیدا کردم. تقریبا با تمام افرادی که در دنیا دیدم عکس گرفتم و دوست شدم. خیلی سریع این عکسایی که احسام جان در موردش صحبت میکنه و دوستاشو با هم نگاه میکنیم. خب دیدیم که الویس قلابی با چه کسایی و چه چیزایی دوست شده توی این سفرهاش. آچار و ببر و سگ و دوتا بچه و پلیس توی خیابون و اون الویس پریسلی بدبخت رو بگو که این الویس قلابی میاد با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، یا با دست پس پیش میکشه با پا پس میزنه، نمیدونم کدومشه. به هر حال اینجور آدم ها حافظه خوبی هم ندارن و زود یادشون میره که قبلا چه چیزایی گفتن. مثل دیدن این ویدیو که من وقتی نگاه کردم تقریبا مثل سیامک انصاری نیم ساعت داشتم به گوشیم زل میزدم. من هیچ وقت نتونستم اصلا تو زندگیم تقلب بکنم. بله؟ ببخشید من درست شنیدم، گفتن که اهل تقلب نیستن؟ من هیچ وقت نتونستم اصلا تو زندگیم تقلب بکنم، چون وقتی میرفتم سر زنه شاید مثلا یه سوالی دارم، مثلا سر امتحان گیر کرده بودم، مثلا یه پوستی داشتم اون پشت میگفت نواب سوال دو چی میشه، گفتم من ساکت بودم، بعد میگفتم آقا همه دارن میرن من نمیتونم تقلب کنم. بعد دیگه واقعا من هیچ وقت تقلب توی رشتم نتونستم اصلا بکنم، چون خیلی برام نه بدم میومد. خب خیالم راحت شد که الویس قلابی اصلا اهل تقلب نیست، پس احتمالاً اون عمه من بوده که میخواست نقش الویس پریسلی رو تو فیلم باز لورمن بازی کنه و تقریبا یک سال و بیشتر از اون تمام مردم و رسانه ها رو سرشون گول مالید و به دروغ این پست ها رو پست میکرد توی اینستاگرامش. تبلیغات بسیار در هالیوود و امریکا، در دستان کینگ. این هم یکی دیگه از پست ها و عکساشه که الویس قلابی تقلب کرده و با فتوشاپ تغییر داده همین چی رو. یکی از بزرگترین شرکت های تهیه کننده فیلم های هالیوودی در نظر دارد که فیلمی درباره زندگی واقعی الویس بسازد و آنها در این فکر هستند که شخصی به نام حسام نواب صفوی از ایران میتواند کاندید ایفای نقش الویس باشد.
یا این عکس که نوشته به زودی در خصوص بازی در این فیلم بیشتر صحبت خواهم کرد. همکاری احسان نواب صفوی با باز لورمن کارگردان فیلم محصول کمپانی برادران وارنر وارد مرحله نهایی شد. دیگه وسعت این کلک و این تقلا به قدری بود که دیگه تمام رسانه ها هم دیگه داشتن بهش میپرداختن. تمام مصاحبهاش اینجوری بود. شنیدم، حالا اینو راست و نادرستش و درست و نادرستش رو خودت بگو. قرار تو نقش الویس بازی کنی؟ بله، هنوزم پا برجاست منتها خب این درسته. بله بله، چون من آدم قانونمندیم بعد با قانونم برم جلو. باری کلا در نقشی هم اگه بخوام ظاهر بشم، ولی احتمالم هست که دیگه بازی کنی نقشو اگر مشکلی نگر مشکلی با قوانین اینجا نداشته باشه. نه مشکل نداره، بازی خواهم کرد. خیلی خوب، این واسه افتخاره. قصه بازی شما تو فیلم الویس پریسلی چیه؟ خودتون برامون توضیح میدین؟ چون خیلی مطبوعات اومدن شلوغ کردن. حالا خودتون اینجا یه بار صاف و مستقیم برای مردم توضیح بدید. ببین اینو نگفته بودیم بهم نپرسید. نه بپرسید. اجازه بدید جلوی دوربین بره. هر موقع مجوزشو گرفت بیشتر روش صحبت خواهیم کرد. مثلا این نقش پیشنهادات مختلفی بود. فعلا یه حرف حدیثاییه. از حدیث و حرف بیشتره. بگید دیگه. و اگر سینا نبود که بخواد دست تو رو رو کنه و موقع تقلب مچ دست تو رو بگیره، معلوم نبود که این دروغ و خالی بندی رو تا کجا می‌خواستی پیش ببری و تا کی می‌خواستی سر مردم رو با این حرفات کلا بذاری. به هر حال بعضیا هستن که ما رو دو گوش فرض می‌کنن و بعد از پیدا شدن حقیقت و فاش شدن دروغشون هم این جرأت رو ندارن که از مردم عذرخواهی بکنن. به هر حال هر کسی به یک اندازه دیگه دروغ میگه دیگه. مال بعضیا دروغاشون بزرگتره، مال بعضی های دیگه کوچیکتره. حسام جان مال شما چه اندازه ایه؟ خب مال حسام جان این اندازه است. خوب گفتم نه؟ چطوری؟ حالت خوبه؟ آماده ای برای مبارزه با این خز و خیلا و پلنگ های مجازی یا نه؟ بله، من میگم لینکشو بکشیم بالا بریم نگاه کنیم. بکشیم بالا ببینیم پلنگا رو. عزیزان اگر تصمیم دارید بر روز ولنتاین عشقتون رو سورپرایز بکنید، کادای خاص برای ولنتاین بهتون معرفی میکنم. پاسور با روکش طلا، با عکس شخصی، تابلو و تندیس اسم و چهره، خودکار، فندک و سیگار با روکش طلا. درب دهانتان را ببندید. ایستگاه بعدی خزمزگان. خب میگه عکس طلا، پاسور طلا با روکش طلا با عکس شخصی، یعنی عکس 3x4شو میذاره روی پاسور، احتمالاً یه سلفی میگیره دیگه. و همه کار هم میکنه. فندک، عکس طلا، پاسور، نمیدونم والا این خودکار، این کم کم یعنی آهن پاره و موتور یخچال اینا رو هم میگیره. این نمکیان نون خشک. پس نمیخواد بریم رو پیجش. اینا دیگه میان تو کوچه هامون دیگه. نه خیالمون راحت باشه. بعد به شما میخوام بگم شما حواست بعد به کامنتی که میذاری باشه داداش. آره چون تو صوتی دیگه اینجوری که هم پیدات نمی کنم که باید یه رو در رو با من باشی. نه من میترسم. منم میترسم. اون بنده خدا که پسره که اصلا لالا هرز نشسته کنار اون تیدادت. بابا این 10 تا مرد رو حریفه، یعنی اون پسر دعوا بشه دختره رو میفرسته. مگه ببین کامنت مگه نوشتاری نیست؟ مثلا خب میگه بیا با هم صوتی باشیم، یعنی چی؟ یک ارتباط جدیدیه کلا اینا به وجود آوردن، یعنی احتمالاً یه چیزی میزنن، چون کامنت معمولا باید بنویسن، من تو کامنت صوتی میذارن. جالب شد این قضیه واقعا. چی میزنن اینا؟ ساقشون کیه؟ آدم تو دنیا باشه عشقی نداشته باشه چه فایده‌ای داره؟ آدم عشقی نداشته باشه، آدم دنیا میاد عشق داشته باشه، چشماشو با میکنه میبینه عشقش کنارش، عشقش همیشه دوستش داره. ماشاءالله. آخه
این باید بره امریکن آیدول. بله با این صدا البته امریکن آیدول نمیتونم ولی خز آیدول حتما باید بره. جزء سه نفر برتر اینشون. بعد این میگه که دنیا بدون اسکم فایده نداره. من فکر میکنم که بدون اسکم میشه زندگی کرد ولی بدون مغز واقعا اصلا دنیا فایده ای نداره. شبیه فکر کنم این سرتکون دادنش. آره ببینیم ما نمونه ماشینش رو داشتیم مثل این. این نمونه بزرگترش برای منزل استفاده میشه. اگر که سفارش داریم برای ولنتاین میتونیم قرمزش هم براتون آماده بکنیم. بعد میگه چشماش موج آرامشه. والا با این چیزی که من دیدم بیشتر کابوسه. یعنی شبا باید خواب اون چشما رو ببینم. با اون همه ژل و بوتاکس کرد کف زمین ریخته رو بعدش زده به صورتش. نکن با این چشمات اذیتمون نکن که ولکنمون به اون چشمات اتصالی نکنه. دوستان بزنید بریم بوستان. امروز میخوام یه ترفند خیلی جدیدی رو یادتون بدم. خودم استفاده کردم ازش به نتیجه رسیدم. شما هم استفاده کنید انجام بدید نتیجه خوبی میگیرید. اونم اینه که تو اون روزی که هستید به چیزی که میخواید برسید و باید روی کاغذ بنویسید. مثل من الان نوشتم امروز میخوام روز خوبی رو سپری کنم و اینکه اینو باید ناشتاه قبل اینکه چیزی بخورید اینو بنویسید و بخورید. مثل من و نتیجه میگیرید. خیلی هم خوشمزه بود. پس نگو گوسفندا به خاطر همین روزنامه برای اینطور چیزا میخورن که اطلاعات عمومیشون بره بالا. دقیقا. بعد من متوجه شدم که چی نوشته روی اون کاغذ. اگه دقت بکنیم اینه. داداش اینو که میخوری آبم داری پشتش میخوری به نظر من روز قطعا خوبی خواهی داشت منتها در دستشویی چون دیگه تمام مدت باید اونجا باشی. جذابترین پسر این سری یا داداش تو هم خوشفیسترین پسر خاورمیانه. خب هزینه کی با کیه؟ هزینه ها الان مشخص نیست. یه ذره سخت پیدا میشه که کی داره هزینه کیو میده. ولی خیلی جالبه. ببین اون به اون میگه که تو خوشفیسترین، اون میگه خوشتیبترینی. ولی من مطمئنم هر دوی اینها جز شیرین عقل ترین آدم های دنیا، نه ایران و نه خاورمیانه. اینو شکی ندارم. تبریک میگم بهتون. یه قدم توشی نگرانت شم خدا اصلا هماهنگ نبودین آخه. بذار این آهنگه میگه یه قدم از من دور میشی تو داره نزدیکتر میشی. بچه ها دارن متفاوت کار میکنن دیگه. میخوان فیلمو ببرن برای جشنواره. یه دستمال هم آخه بهش میدادین صورتش رو پاک میکرد. اون الان خشک بشه دیگه خشک بشه مگس ها میریزن دورش دیگه. بو همه جا رو میگیره. من میدونی که چی تو اون جعبه کادو داده؟ چی؟ من فکر میکنم که صابون گلناره که هم دختره صورتش رو بشوره هم پسره بزنه به زخم زندگیش. به هر حال دیگه سختی ها هست دیگه. بهترین هدیه برای هر دو همینه. رسیدیم به بخش توییترالاسیون و توییت های شما. آیم اشکان نوشته کریس رونالدو با درآمد سالانه 108 میلیون دلار به 18 میلیون یورو فرار مالیاتی متهم شد. اون وقت ما یه شارژ می‌خریم نصفش میره واسه مالیات و ارزش افزوده. پریها توییت کرده یه دوستی داشتم مامانش نمیذاش با من بگرده چون من لاک میزدم. الان بزرگ شدیم. اون با دوست پسرش میره شمال و من هنوز لاک میزنم. غنیس توییت کرده صبح زود بیدار شدن و شب‌ها زود خوابیدن برای وقتی بود که برق نبود. غروب که میشد مردم میخوابیدن. الان تو قرن 21 چرا آدم باید 6 صبح بیدار بشه بره سر کار؟ دلبندشون هم نوشته از اینترنت 4G فقط جیش به ما رسیده. شاهین ترام که خودم از طرفداراشم و خیلی توییتاشو دوست دارم نوشته گوشت کیلویی 110 تومانی رو نباید خورد. باید بذاریم اون ما رو بخوره.
من سینا نیستم توییت کرده تنها حرکت ورزشی من اینه که یه دمبل گذاشتم جلوی در اتاقم در بسته نشه. لیکس نوشته یه سوس تو دستشویی بود اینقدر بزرگ بود با دمپایی میشد بهش چک زد فقط نه بیشتر. بیهوشش کردم زیر بغلشو گرفتم کشون کشون بردمش دم در. ماهانا راد این ویدیو رو گذاشته و نوشته از شرایط این بزرگوار من حتی اون لگن صورتیه رو هم ندارم. گل پسر توییت کرده این که از ولنتاین پارسال فقط خرساشو دارید نشون میده به هیچ کی نباید دل ببندی. عرفان اچ نوشته اونجا که شاعر میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن دقیقاً مشخص نکرده کدوم عضو. خب ما یه بخش کوچولو به قسمت توییترالاسیون اضافه کردیم از هفته قبل به نام توییت هفته که از 4 نفر میخوایم که از بین نامزدها که توییت‌های خیلی خوب هفته بود یکی رو به عنوان توییت هفته انتخاب کنن. توییت این هفته ایران دخت نوشته وجدان چیه؟ چیزی که زورش نمیرسه جلوی گناهو بگیره فقط گناه رو کوفت آدم میکنه. مرسی دم همتون گرم. راسه باغا انسکرت بگه دوست من هامون همت یک راز دیگه ای از این رازهای بقا رو برای ما برملا کرده. با هم اونو میبینیم. در گواتمالا شرکتی وجود دارد تحت عنوان گواتمالا خود را. در گواتمالیان کمپانی هستند گواتمالا خود را. مادامی که شما از این شرکت خود رایی خریداری کنید یک میمون هم به صورت اشانتیون در داخل آن به شما هدیه میدند. وان منکس نند اشانتیونز. این میمون حکم سیستم هوشمند خود رای شما را دارد. منکی دی کمپیوتر اوتوموبیلز. به طور مثال به آنها می توانید بگویید شیشه را بالا و پایین بدهند، ولوم ضبط را کم و زیاد کنند، بخاری و کولر را خاموش و روشن و چندین کارهای دیگر از قبیل توشویی، روشویی، موتورشویی، پولیش، مولیش، واکس، ماکس و غیره را انجام می دهند. The توشویی، موتورشویی، واکس، ماکس and the polish and the works. همچنین بزاق این گونه میمون هاوی مقداری مواد شوینده است که صفحه نمایشگر اتومبیل را به خوبی تمیز کند. گواتمالا خود رو تأمین قطعات، تضمین خدمات. خب رسیدیم به بخش قرعه کشی و پیدا کردن دو برنده خوششانس امشب و این هفته ما. لطف کنید که از 4-1 با من بشمارید. 4-3-2-1 خب نفر اول میلاد، مبارکت باشی میلاد جان، از طرف ما یه پیام میگیری و $500 جایزه میگیری از طرف ما. و برای پیدا کردن نفر دوم، خوششانس دوم، لطف کنید که از 5-1 بشمارید. 5-4-3-2-1 سامان یا سمن، نمیدونم کدومش، یا سمن نه یا سمن، یکی از اینها، سامان یا سمن، مبارکت باشه. از طرف ما یه پیام میگیرین و فراموش نکنین که برای شرکت در قرعه کشی هفته آینده زیر آخرین پست اینستاگرام من کامنت بذارید. قربون همتون. خب فقط ماها نیستیم که اینقدر باحالیم و کارهای خلاق و عجیب غریب انجام میدیم. خارجی هم تک و توک این کارها رو میکنن. نمونهش همین ویدیویی که الان میخواییم ببینیم. برای ویدیو هفته ویدیو خیلی خوب و حرفه‌ای از یک آدم حرفه‌ای و عالی به نام مسلم رسولی انتخاب کردم که همه ما میشناسیمش و کارهای قبلیش هم دیدیم و لذت بردیم و این کار رو هم ببینیم و حالش رو ببریم.
یه چرخ شروع کن. 1 2 1 2 1 2 3 4 باید شونه تو قطعش کن. آها 1 3 موها رو برید عقب. آها same thing single one up hips ball up خب حالا اینجاش که فقط ضربه موقعشه که از اینا از اینا 1 2 3 4 بالا 2 3 عوض 1 2 3 4 بالا 2 3 حالا یه پای پا جاتو عوض کن. حالا یه پای پا جاتو عوض کن. 1 keep change place. آها آها and 1 2 خب یه قسمت دیگه از گرینگو شو تمام شد. امیدوارم که لذت برده باشید از دیدنش. دیگه نباید بگم من هر جمعه باید این حرف رو تکرار کنم. این سوراخ‌های ارتباطی رو تو رو خدا فراموش نکنید. الان برید در خونه همسایتون این سوراخ‌ها رو به اونا هم نشون بدید. شب همگی خوش و تا هفته دیگه. دمتون گرم.